با درود خدمت شما همیهنان عزیز، دنباله برنامه کتاب اندرو کوپر تحت عنوان زوال بهشت The Fall of Heaven رو با هم دنبال میکنیم. من قسمت های از این کتاب رو که فکر میکنم مهمه براتون در بررسی های قبلی خوندم. برای تهیه این کتاب همونطور که خودش نوشته در آخر کتاب، اندرو اسکات کوپر به 61 نفر مصاحبه کرده و علاوه بر امریکا به 7 کشور دیگر هم سفر کرده. کتاب خیلی مستنده و اولین کتابیه در این زمینه به این شکل که ما میبینیم. خب دنبالش کوپر میگوید، صفحه 318 و 319، شاه هیچ وقت حتی تصور این را هم نمی کرد که با تمامی آنچه که او برای ایران کرده بود، 200-300-400 هزار آخوند بی سواد از دنیا بی خبر، بدون برنامه ریزی و کمک های فکری گروهی تحصیل کرده ایرانی و بدون کمک های مالی و لوجستیکی سنگین خارجی ها، قادر باشند در ایران آن زمان آنچنان آشوب و بلوا و انقلاب راه بیندازند. واشنگتن پست در آن روزها نوشت، این نوشته واشنگتن پست رو بخونم، تاریخ معاصر کمتر مردمی چنان نمک ناشناس را به ما نشان میدهد. کوپر می نویسد در این ماه‌ها، در آن ماه‌های پایانی، ملکه و قطبی هر دو از نخست وزیر شدن نهاوندی حمایت می کردند ولی شاه قبول نمی کرد. در صفحات 250-255 می نویسد به کمک های مالی و تعلیماتی به انقلابیون که مجاهدین خلق که امروز باز به دروغ دم از آزادی خواهی می زنند، این رو من نوشتم، جزء مهمی از آنها بود. کمک های مالی و تعلیماتی به انقلابیون که مجاهدین جزء مهمشون بودن و از کشورهای خارج از جمله لیبی، سوریه، مصر، گروه های فلسطینی مانند یاسر عرفات و دیگران گرفته می شد. او اشاره در صفحه 251 اشاره می کنه، اومده که تنها مجاهدین خلق دولت دولت لیبی از طریق سفارت خود در بیروت هر سه ماه 100,000 دلار آن روزها که معادل چند صد هزار دلار امروز میشه میپرداخت. او مینویسد که شخص خمینی و البته مجاهدین خلق و فدائیان و دیگر مخالفان چپ و راست رژیم مشاه از سازمانهای جورج هباش، جبهه آزادی فلسطین، پاپولر فرانت فور لیبریشن اف پالستاین، شبیه اونها نیز کمک می گرفتن. اون به عنوان نمونه در این در صفحه 252 کتابش می نویسه تنها یک فقره 16 میلیون دلار کمک لیبی به خمینی که از طریق پسر آیت الله منتظری انجام گرفته بود رو بهش اشاره میکنم. به نوشته اندرو کوپر در صفحه 253، محمد حسین بهشتی و شخص خمینی و یاران نزدیک او لااقل در سال آخر رژیم پیشین ایران تنها از بازاریان ایران برای مبارزه با رژیم شاه روزانه 2 میلیون تومان کمک مالی جمع‌آوری میکردند. تنها از بازاریان ایران. در صفحه 305 کوپر می نویسد که حضور خارجیان مانند لبنانی ها و لیبیایی ها نیز که روی صورتهای خود نقاب زده بودند، در میان آنهایی که به اعمال غارتگرانه در کشور دست می زدند، در بین چریک های ضد رژیم در آن روزها کم نبود. او میگوید که آنها همه افراد سخت تعلیم دیده بودند. درست معلوم نبود که آنها در آن روزها چگونه و
وارد کشور می شدن. باز کوپر ادامه می ده: طی مدت یک سال آخر رژیم گذشته، انقلابیون تعلیم دیده با نقاب به صورت دائم به بانکهای کشور حمله می بردند و ذخیره‌های بانکی مردم را می چاپیدند. به مغازه‌های بزرگ جواهر فروشی‌ها، هتل‌ها نیز برای بودن آنچه پول نقد در صندوق‌هایشان داشتند حمله می‌کردند. کوپر در صفحات 219 و 220 کتاب می‌نویسد که در اثر برنامه‌های مذهبی که بسیاری از آنها از سال‌ها قبل خود رژیم پیشین ایران دامن زده بود، برنامه‌های مذهبی رو، مردم ایران به طور کلی در دوران انقلاب بیشتر مردمی مذهبی شده بودند. به مسجد، مراسم وعظ و زیارت می رفتند. در اینجا کوپر به گفته خانم مهناز افخمی، وزیر در امور زنان ایران در آن روزها اشاره می کند که گفته بود که این صحبت‌های خانم افخمی: ما به مذهب نیاز داریم و نباید با سرعت به جهتی حرکت کنیم که با فرهنگ کشور ما هماهنگی ندارد. کوپر می‌نویسد که خانم مهناز افخمی بعد از سفرش به کربلا و مکه برای زیارت این گونه صحبت‌ها را برای تأثیرگذاری در مردم پشت سر هم بیان می داشت. خب جد. وزیر در امور زنان. به طوری که در صفحات 206, 205 و 206 کتاب کوپر آمده، آقای دکتر علی نقی کنی از جمله دوستان نزدیک زنده‌یاد اسدالله علم که از ابتدای دهه 1340 مشاغل مهم مملکتی از جمله دبیرکلی حزب مردم، سرپرست سازمان اوقاف کشور و معاونت نخست وزیر را به عهده داشت، 5 سال قبل از انقلاب آخوندی در سفری به بیروت به طور محرمانه با یکی از نزدیکان خمینی به نام موسی صدر ملاقات می کند. طی این ملاقات موسی صدر از کنی می خواهد که به علم و به خصوص به شاه بگوید که خمینی از زمانی که در عراق به سر می برد سخت مترصد راه اندازی انقلاب اسلامی و ایجاد رژیم اسلامی در ایران است. او کتابچه حاوی نوشته خمینی در این زمینه، یعنی موسی صدر کتابچه حاوی نوشته خمینی در این زمینه که به طور محرمانه در بین انقلابیون طرفدار خمینی در داخل کشور در حال پخش بود، به کنی می‌دهد تا به اطلاع شاه برساند. در کتاب کوپر آمده است که شاه پس از دریافت گزارش کنی و دیدن آن کتابچه به این فکر می افتد که برای رسوا کردن خمینی خوب است که آن کتابچه به تعداد نسخ فراوان چاپ و در سطح کشور پخش شود. ولی کمیته در دفتر امیر عباس هویدا نخست وزیر گزارش می کند که بهتر است آن را بایگانی کرده و از پخش آن صرف نظر شود و به همین ترتیب نیز عمل می شود. در صفحه 307 کوپر به پیشنهاد چند ماه قبل از سقوط رژیم پیشنهاد پرویز ثابتی در مورد لزوم بازداشت موقت
هزار الی 1500 نفر به این میگن preventive detention در خیلی از کشورهای دموکراسی هم وجود داره، چیزی نیست عجیب و غریب باشه. preventive detention 1000 الی 1500 آخوند جنجال به پاکن ضد رژیم صحبت میکند که اون وقت جمشید آموزگار نخست وزیر از او میپرسد، یعنی از ثابتی میپرسد، اون وقت جواب امریکایی ها را چگونه باید داد؟ صفحه 327. کشور ما دست امریکایی ها بود اون روزا. حتی آیت الله شریعت مداری هم دائم برای شاه مریض اون روزها که کمتر کسی از ما جز اولی حضرت از مریضی او اطلاع داشت پیام میفرستاد و از او میخواست که زودتر قال قضیه خمینی را بکند، ولی از قرار همه در انتظار چراغ سبز امریکایی ها بودند. بعد از مریضی شاه همونطور که همه میدونیم فقط اولیازت یک سال و نیم قبل مطلع میشه در پاریس، بهش میگم در یه سفری که ما به اسپن داشتیم برگشتیم پاریس، دو روز پاریس بودیم، ایشون جلسه ای داشتن رفتن. حالا تو کتاب میبینیم که اون جلسه این بوده که دکترای پادشاه میخواستن با ایشون صحبت کنن و به ایشون میگن که از مریضی شاه مطلعش میکنن. اقلن 3 تا 4 سال شاه مریضی رو داشت و کسی نمیدونست جز علم و دکتر صفویان که یکی از با دکترها میرفت به ملاقاتش. کوپه می نویسد صفحه 319 تا ماه های آخر رژیم شاه عقیده‌ای به نیرو و توان براندازی رژیم از جانب آخوندها بدون حمایت و کمک خارجی ها که منظور از آن امریکا و انگلیس باشد نداشت. کسی تصورش هم میکنه میکرد که کسی نیرو و توانی داشته که اینا رو بندازه بدون کمک امریکا و انگلیس. کوپر در صفحه 345 می نویسد که در ماه‌های آخر عمر رژیم دیگر کنترل مملکت، کنترل درست مرزی در ایران به منظور جلوگیری از ورود اسلحه قاچاق و دیگر محمولات از آن قبیل اونطور که باید وجود نداشت در مرزها. بنابراین اینا می آوردن اسلحه، می آوردن هر چی می‌خواستن می آوردن. میگه در ماه‌های آخر، در ماه آخر میبینیم که مقدم اومده بود شده بود رئیس سازمان امنیت و تبدیل‌های خیلی زیادی انجام گرفته بود، مقدم مرتب با آخوندها در ارتباط بود، در نشست و برخاست داشت. در صفحه 445 کوپر میگوید در تهیه و تنظیم نطق معروف صدای انقلاب شما را شنیدم شاه، حسین نصر و رضا قطبی به طور مستقیم و مشترکاً دست داشتند. حالا در صفحه 496 کتاب کوپر می‌خوانیم که حسین نصر امروز و دیروز، یعنی در این 23 سال اخیر که از وقتی اومده از ایران بیرون، بعد از 4-5 سال جنگ بعد از اومده ایران بیرون، یه دفعه 3 سال بعدش با خانومش اومدن به دلاس، با من و همسرم شام بخوردیم. اون وقت فقط بخواست بدونه که وضع ایران چیه. وقتی فهمید که آخوندها صفت نشستن، حالا دیگه میخونیم که حسین نصر از این که ریاست دفتر شهبانو را در آن ماها پذیرفته بوده ابراز پشیمانی و تأسف میکند. در مقام بود که دائم هر وقت میخواست با اولیازت دسترسی داشت، به پادشاه هم که دسترسی پیدا کرده بود. تو کتاب کوپر میخونیم که پادشاه در نظر داشت نخست وزیرش هم بکنه. کوپر در صفحه 484 می نویسد
که در هفته های آخر عمر رژیم شاه اولیا حضرت 8 بار شاهین فاطمی را برای نظرخواهی از او می‌بیند و همچنین در این صفحات اومده که شاهین فاطمی و رضا قطبی در آخرین روز چند بار از شاه می‌خواهند که مملکت را ترک نکند. در آن روزها به خصوص روز آخر من هم همونطور که در کتاب آتش نافته آمده است این کار رو کردم. من روز قبلش از وقتی شنیدم دارم میرم از ایران بیرون تلفنی همونطور که گفتم براتون تو کتاب هست، پادشاه از من خواسته بود که ببینم بی بی سی شبا چی میگه و مرتب تلفن بزنم به ایشون بگم. حداقل یک ماه من یک ماه نیم این کار کردم تو کتاب آتش نافته و Defying the Iranian Revolution و کتاب فرانسه هم تو همه اینا ها هست. این مطلبی که بهتون میگم، من یک شب به ایشون گفتم که بی بی سی الان گفت که شاه باید از ایران بره. ایشون به من گفتن گوشی نگه دار. من گوشی نگه داشتم. من شنیدم که پادشاه به اولیا حضرت گفتن میدونی گنجی پای خط چی میگه؟ اولیا حضرت گفتن نه. به ایشون گفتن که گنجی میگه بی بی سی الان گفته که من باید برم. بعد از اون من تقاضای شرفیابی کردم، رفتم حضورشون گفتم که یه دولت خارجی اینطور در امور داخلی یک کشور مداخله نمیکنه و ما هم بشین تماشاچی باشیم. پادشاه به من گفتن چکار باید کردی؟ این رادیوشونه. گفتم شما اعتراض کنید بهشون، رادیوشون هم پارازیت بندازین، نذارین شنیده بشه. در اون زمان وزیر خارجه ایران افشار قاسملو بود که نسبتی هم با من داشت. او رو فرستادم به لندن که اعتراض بکنه، که نتیجه هم متاسفانه ازش ما نگرفتیم و اونا ادامه دادن. در صفحه 204 کتاب کوپر می نویسد با توجه به اینکه در دوران سلطنت خود محمد رضا شاه اقدام به تأسیس و تقویت و حفظ مؤسسات مستقل سیاسی قدرتمند که تداوم در کار اداره مملکت ایجاد کنند را ننموده بود، حالا ادامه حکومت او در کشور عملاً وابسته شده بود به پشتیبانی صفحه 214 سال به پشتیبانی و حمایت چند گروه از جمله گروهی که به غلط آنها را علما می‌خواندند، همین آخوندها، تجار، بازاریان و روشنفکران. به عقیده کوپر در سال 1976 همگی این گروه‌ها امیدهای خود نسبت به رژیم شاه را به طوری از دست داده بودند تا آنجا که در سال 1977 حمایت از رژیم را کنار گذاشته علیه شاه و دولت مردان ایران با هم متحد شده بر ضد رژیم شاه به پا خواستند. کوپر می نویسد در آن روزهای پایانی عمر رژیم گذشته که در یکی دو ماه آخر آن من کوپر نمی نویسه گفته من اینجا در آن روزهای پایانی عمر رژیم گذشته که در یکی دو ماه آخر آن من اغلب صبح‌های خیلی زود منزل من در آیبک بود تقریبا زیر کاخ میاوران صبح‌های خیلی زود صفحات 73 و 76 کتاب آتش نافته اومده با تیمسار بدری فرمانده نیروی زمینی در منزلم ملاقات داشتم. روزهای آخره حالا ادت چه بگم براتون چه شد. روزنامه‌ها اعتصاب کرده بودن، رادیو تلویزیون هم اعتصاب کرده بود،
هیچ کس نمیدونه چه خبره. اینا هم با چیزایی که پخش میکردن بین مردم، با اعلامیه و غیر ذالکی که تهیه کرده بودن و توی مساجد یا هر جایی بود داشتن و هزارها نسخه پخش میکردن بین مردم، مردم اصلا نمیدونستن چه خبره. من به پادشاه تلفنی گفتم، گفتم اقلا ما هم یه چیزایی بنویسیم، حالا که نه رادیو تلویزیون نیست، روزنامه هم که اعتصابن، یه چیزایی بنویسیم درست و حقایق رو پخش کنیم توی پارک‌ها و جاهای مختلف. دادن بدرهی به من تلفن بزنن. علیعظم از تمام اینایی که میگم مطلع هستم. تیمسار بدرهی به من تلفن زد، گفت دکتر شما افرادی دارین که اینا رو تهیه بکنن و ما پولیکوپی بکنیم به تعداد ده‌ها هزار بیشتر و بدیم افرادمون تو پارکا پخش کنن، بریزن تو پارکا، بریزن مردم برمیدارن. من گفتم بله. من با آقای امیر طاهری، یکی از افرادی بود، با دوستانم و جد و علاوه بر اونها با امیر طاهری که یکی از دوستانم بودم صحبت کردم. ایشون گفتن من هم کمک میکنم. بنابراین این متون مرتب به دست من میرسید و من میدادم به تیمسار بدرهی، میومد منزل من در آیبک با لباس سیویل صبح خیلی زود حدود 6 صبح میگرفت میبرد، اینا ماشین میکردن، پولوکوپی میکردن، تعداد زیادی توسط افرادشون تو پارکا میریختن. یه کیفم برای من پر از اینا میفرستاد که منم داشته باشم. من یک کلید اون کیف رو داشتم، اونم یک کلید رمز اون کیف رو داشت. بنابراین این ارتباطی بود که اون روزها من با تیمسار بدرهی داشتم. یک روز تیمسار بدرهی به من اینو گفت، دکتر تو رو به خدا کاری کنید تا این امریکایی ها و انگلیسی ها دست از مداخله در کارهای ما بردارند، تا ما خودمون برای حفظ مملکتمون کار خودمون را انجام دهیم. این چیزی بود که قدرتی بود که امریکایی و انگلیس ها متاسفانه همه چی دستشون، با همه هم در ارتباط بودن، هر کاری هم میخواستن میکردن، هر جای هم میخواستن میرفتن، با مخالفین رژیم هم مستقیما در ارتباط بودن. من اتفاقا برمیگردم به این مسئله، اینجا میخوام یه پیشنهادی به شما هم میهنم بکنم. 37 سال ما در خارجی، گروه زیادی از ما مال و دارایی هر چی داشتیم که خیلی به حق خونمون بود، تو دوزی و موزی و این کارا هیچ نبودیم، نه تو کار فساد بودیم، نه دوزی بودیم، نه چیزی. با اون چندر قاس حقوقمون می ساختیم و خدمت میکردیم. امثال من خیلی هستن بین شما ها و دیگران، همه چیتون گرفتن و آمدیم بیرون. حالا اکثرا ما ها برای زندگی تابعیت انگلیس و فرانسه و آلمان و امریکا و غیره و زرکو داریم، تعدادمون کم هم نیست. چرا امروز ما ها جمع نمیشیم چند تا وکیل برجسته بگیریم و بیاریم رقمایی که واقعیه مال داریمونو که گرفتن و در کشورهایی که در اون زندگی میکنیم اقلا در اونجا ببینیم که چگونه امروز میتونیم بریم به مراجع قانونی. میدونم که چنین چیزی مشکله و میدونم که اقامه دعوا در مراجع قانونی اتباع اون کشور یا دیگران میتونم بکنم راجع به مسائل دیگری، ولی این مسئله امروز برای اولین بار ما میتونیم بریم این مسئله رو مطرح کنیم. چرا نمیتونیم این کارو بکنیم؟ چرا با هم نمیتونیم جمع بشیم؟ چرا اقلا فکرشو نمی کنیم؟ شماها که خونتون، زندگیتون، آنهایی که به طور سالم مینا رو به دست آورده بودین، همه رو، هیچ گونه فسادی در کارتون نبوده که تعدادتون خیلی زیاده، بریم در فرانسه، در انگلیس، در آلمان، در همین امریکا با وکرای برجسته صحبت کنیم، بگیم برای اولین بار میتونیم یه چیزی بکنیم که بریم به مراجع قانونی این کشورها، بگیم چنین رفتاری با ما شد، با بچه‌هامون، زنمون، فک و فامیلمون چگونه به سختی زندگی کردیم در این سالها 37 سال.
جدی باید بگیریم. باید حقوقدان درجه یک تو همه هر کشوری که هستین صحبت کنید. اینا کاری که با ماها کردن کار ساده نبود. یه اعلامیه دادن بیرون دروغ نوشتن، این 28 میلیون دلار، یعنی من، اون یکی 50 میلیون دلار، اون یکی 100 میلیون دلار، دیگری 200-300 میلیون دلار. اینا از پول فرستادن بیرون. این چیز وقتی اومد بیرون که یه عباس اخباری نامی بود که با اونو به طور قطع ارتباط داشت، به اصطلاح کارمند سازمان امنیت هم بود در اون زمان، وکیل مجلس هم شده بود، این بلند شد پشت تریبون تو مجلس گفت منوچهر گنجی 28 میلیون دلار از کشور خارج کرده. من گفتم بارها، من در حسابم اون وقت 3,700-3,800 تومن بیشتر پول نداشتم. و روزی بود که این آقای اردشیر زاهدی که زنده است الان شاهده، من دعوت کرده بود منزل خودش، باهاش پیاده راه میرفتیم، یه دفعه زنم به من تلفن زد منزلش، وقتی رسیدیم و تلفن اردشیر گفت خانمت گرفتم، به من گفت منو چرا چکی که دادی برام بگیرم و برای خونه برای غذا و غیرزار و کینا برام خرید کنم، برگشت خورد. من هنوز وزیر آموزش نشده بودم، این در حدود مثلا 2-3 ماه 4 ماه قبلش. گفتم چی؟ گفت آره برگشت خورد. نارو گفتم خیلی خوبی کاری میکنیم. گوشی رو گذاشتم، زاهدی خیلی دید من ناراحتم، زنده زاهدی میتونه، خیلی پاپی شد که ببینه چی بود این تلفن. خیلی پاپی شد. بعد مدتی گفت چی، چرا اینقدر ناراحت شدی؟ گفتم بس این ببین، من جون میکنیم ما برای مملکت، وضعمون اینطوریه و اون وقت مردم اونطور قضاوت های دیگه میکنن. مدتی نکشید، فردا زاهدی به من تلفن زد گفت علازت برات یه چک دادن. گفتم چی؟ گفت بله. گفتم من از علازت چک نخواست بودم. گفت من یه چک دارم علازت برات دادن، بیا. گفت اگه نه ناراحت میشم. گفت رفتیم پیش آقای اردشیر زاهدی، چک 5,000 تومانی به من داد. 5,000 تومان که در اون وقت 7 تومن دلار بود میشد 700 دلار. من تنها چیزی که در عمرم پادشاه پول به من داده 5,000 تومان آقای اردشیر زاهدی بوده. علت چه این بود که زنم رفته بود خرید بکنه، چی نبود، اردشیر زاهدی فهمید که زنم چی گفت به من پای تلفن. حالا شما همه این چیزها رو در آوردین برای ماها به دروغ، و تعدادمون هم کم نیست که اسامیمون اومد و دیگران در خارج زندگی کردیم. حالا بعضی اون فوت کردن رفتن، ولی بچه هاشون که زنده هم که میدونن به پدرشون چه تهمت هایی زدن یا مادرشون. چرا نمیتونیم ما جمع بشیم امروز در کشورهایی که هستیم راهی پیدا کنیم بریم؟ میدونم در دادگاه ها، البته ما ها اکثرا اتباع این کشور هم هستیم، اتباع کشور ها میتونن برن به دادگاه ها، ولی برای نامشون که اونا بدنامیشی که اونا میخواستن ایجاد کنن و شاید ایجاد کردن، خیلی هنوز فکر میکنن ما ها دزدیم. چرا نمیتونیم بریم در مراجع قانونی علیه آخوندهایی که در ایران سرکاران؟ همینا سرکار بودن، همین رفسنجانی سرکار بود، همین خامنه‌ای سرکار بود و بیشترشون، بعضیشون توی مسجد مجلسشون اینا بمب گذاشتن، اسم بهشتی اینا رو کشتن، بعضیشون رفتن، ولی خیلیشون اصلا. چرا نمیتونیم بیام چین کاری بکنیم؟ چرا فکرشو نمیکنید؟ باید فکرشو کرد. من در این چیزایی که توی این برنامه ها صحبتشو کردم، یه جایی صحبتی کردم که اتفاقا یکی از همیهنانمون که گم کنم اونا خدمتگزار ایران بوده، ناراحت شده بود و تلفن به من زد، یه فرد میهن پرستیه، مقامات مختلفی هم در ایران داشته و خارج، اسم پرویز ثابتی. ایشون بعدن با فکس این مطلب رو برای من نوشتن که براتون میخونم. ببینید که
عکس و بلعمل بعضی ها رو چیزهای دیگه اینا چه میتونه باشه؟ ما اون مسئله دزدیمون رو فراموش نکنیم که ما به ما گفتن ما دزدیم و ما سکوت اختیار کردیم. اگر ایرانی بود به دادگستری دست وجود داشت، ما ها به دادگستری باید میرفتیم علیه اینا حکم میگرفتیم. من رفته بودم، من با دکتر شاهکار وقتی اخباری اون مطلب رو گفت و اون تهمت رو زد، رفتم فوراً وکیل دادگستری دکتر شاهکار ازش خواستم، دوستم بود. دخترش الان در امریکاست و با یکی از اینایی که انقلابی بود اون زمان، بعد استاد دانشگاه و اینها بود، در نیویورک زندگی میکنه. دکتر شاهکار رو به عنوان وکیل گرفتم، رفتیم دادگستری علیه عباس اخباری اقامه دعوا کردیم، ولی دعوا نمیتونست مطرح بشه تا وقتی که اون از نماینده مجلسی کنار بره، چون مسئولیت پارلمانی داشت. خب حالا این آقای ثابتی اینو نوشتن که براتون میخونم. فراموش نکنید مطلبی که گفتم که ما میتونیم بکنیم. آقای ثابتی میگن که جناب آقای دکتر گنجی، با عرض سلام و احترام، برنامه اول جناب عالی در باره کتاب سقوط بهشت آقای اندرو کوپر را از تلویزیون اندیشه مشاهده کردم. آقای کوپر برای نوشتن این کتاب زحمات زیادی کشیده و در مجموع مطالب جالب و ناگفته‌ای در آن آمده است. ولی نباید همه مطالبی را که او از افرادی که با آنها مصاحبه و نقل کرده است صحیح و مستند دانست. او نوشته است که شاه در نظر داشته که دکتر حسین نصر را به سمت دبیر کلی حزب رستاخیز برگزیده و سپس او را به عنوان نخست وزیر منصوب کند. این احتمالاً مطلبی است که دکتر حسین نصر به کوپر گفته است و مسلماً نادرست است. آقای ثابتی داره میگه کوپر در چندین مورد از قول فردی، اینا همه آقای نامی آقای ثابتی به من که به دستم رسیده از فکس براتون میخونم. کوپر در چندین مورد از قول فردی مذهبی از طرفداران خمینی با نام مستعار حسینی که در قم با او ملاقاتهای متعددی داشته گفته است که انقلابیون از مدتها قبل در مدارس و مساجد کشور اسلحه و مهمات و مطالب تبلیغاتی انبار کرده بودند. این ادعا نیز نادرست است. مخالفین فقط در 4 ماه آخر قبل از انقلاب با لغو کنترل رفت و آمد افراد و امور کالا از مرزهای هوایی، زمینی، دریایی به وسیله دولت شریف امامی جرأت پیدا کردند که بدون واهمه از امریکا، از اروپای غربی و اروپای شرقی و لبنان وارد کشور شوند و احتمالاً سلاح‌های نیز وارد کشور بکنند. مگر کشور در جنگ با کشور خارجی بوده که برای حفظ سلاح و مهمات از بیم بمباران هوایی دشمن در مساجد و مدارس سلاح انبار شود. قبل از انقلاب رو میگه ایشون، یعنی ماها قبل از انقلاب، چون آقای ثابتی از مقامش میگه هم کم 4 ماه قبل از انقلاب یا 5 ماه قبل از انقلاب آقای مقدم که با آخوندها رفت آمد داشت برکنارش کرد و اون رو از کشور خارج شد. سلاح هم بار شود که دشمن خارجی در بمباران آنها تردید کند. اگر حتی در 1% از 56,000 مدارس کشور و 80,000 مساجد اسلحه انبار می شد، مسلماً باید لااقل 1 مورد از این انبارهای اسلحه به وسیله مردم عادی معلمین لو می رفت که چنین اتفاقی نیفتاد. اسلحه را در محلی مخفی می کنند که محل تردد مردم نباشد، نه در مدرسه و مسجد. البته دسترسی و تهیه مواد منفجره برای خرابکاری و آتش زدن سینماها به مانند سینما رکس آبادان و همچنین اسلحه سبک در هر کجا همیشه امکان پذیر بود و مخالفین نیز از این امکان برخوردار بودند. با تشکر، پرویز سرکی. خب این مطلبی که ایشون برای من فکس کردند در جواب اون چه که در کتاب کوپر راجع مدارس و مساجد اومده بود که از انبارهاشون استفاده کرده بودن انقلابیون به مدت طولانی برای اینکه اسلحه و انتشاراتشون رو مخفی کنن بعد بیارن بیرون. خب
خوندم براتون که تیمسار بدرعی فرمانده نیروی زمینی یه روز صبح زود گفتم در بین 6 و 7 صبح میومد منزل من در نیاوران بود. نیروی زمینی هم که اون فرماندهش بود در نزدیکی نیروی زمینی دفترش قرار و منزلش قرار داشت، منزلش هم تو پادگان بود. گفت یک کاری کنید که انگلیسی و امریکایی دست از مداخله در کار ما بردارند تا خودمان برای حفظ مملکتمان کار خودمان را انجام دهیم. متاسفانه کاری از دست افراد بهش گفتم، چون من در اون روزا حالا میگم مثل من بر نمی اومد. من البته به پادشاه چندین بار گفته بودم که چیز کنیم، همطور که گفتم افشار و وزیر امور خارجه ایشون فرستاد به لندن که بهشون بگه آقا این بی بی سی دست بردارید. اونا هم بهش گفتن که ما در کار بی بی سی مداخله نمیتونیم بکنیم، بی بی سی مستقل از دولت. این هم ما باور میکنیم مستقل از دولت، پولش رو از کجا میاره؟ همینی که میگم به شماها، اگه ماها یه عده ما همیشه علیه هم دیگه حرف میزنیم دیگه، کار دیگه که نمیکنیم، با هم دیگه جمع نمیشیم کار جمعی به شکل با اتحاد یک کاری بکنیم که به نفع خودمون مملکتمون باشه. آقا بهتون تهمت دزدی زدم، امروز میبینید در کشورتون چه خبره و چه انجام میگیره. شما چرا نمیتونید در مورد اینکه این دولت امریکا و دولت انگلیس و دولت آلمان و دولت فرانسه اینا رو آوردن کشور شما رو به این روز انداختن، این همه آدم رو کشتن، 70-80 هزار نفر آدم بیگناه رو اعدام کردن تو اون جنگ ایران و عراق، چقدر اقلن مینیموم 300 هزار ایرانی رو کشتن، اقلن 500-600 هزار نفر رو معلول کردن. چرا ما که هنوز زنده هستیم کاری نمی کنیم؟ بیاییم بریم با وکلای برجسته صحبت کنیم ببینیم تو این کشورها علیه اینا چگونه میتونیم اقامه دعوا کنیم. اینا احتیاج دارن هم به امریکا، هم به آلمان، هم به فرانسه، هم به انگلیس، هم به ایتالیا. این کشورهایی که ایتالیا آخرشون بود که، ولی اون چند تایی که گفتم رفتن به گوادلوپ دیگه، مگه نرفتن؟ رفتن گوادلوپ نشستن با هم رؤسای کشورهای امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با هم نشستن. یه ماه خورده قبل از انقلاب تصمیم گرفتن که حمایت بکنن ازشون، تصمیم گرفتن که حمایتشون رو از رژیم شاه بردارن، یعنی علیهش بذارن، عوامرشون عمل بکنن. اینا همه مداخله در امور داخلی یه مردمیه. مگه مداخله در امور داخلی ماها نبود؟ اینایی که کشته شدن مگه برادر خواهرای ماها نبودن؟ اینایی که به این روز و حال افتادن مگه برادر خواهرای ماها نیستن؟ چرا ماها نشستیم فقط تماشا میکنیم؟ ما داریم ببینیم تو این کشورها از لحاظ حقوقی امروز چه کارهایی میشه کرد علیه این دولت‌ها بکنیم، علیه این دولت‌هایی که کمک کردن. البته در داخل کشور مردم به خوبی میدونن که باید کشور رو نجات داد از دست این دسته جنایتکار فاسد، و حکومت آینده کشور هم مردم ایران در داخل ایران تعیین میکنن. هیچ کس نمیتونه در هیچ جا حکومت برای ایران تعیین بکنه جز مردم ایران در داخل ایران در یک انتخابات آزاد نظارت شده بین المللی. حدود 3 ماه قبل از انقلاب که وضع مملکت هر روز بحرانی تر می شد، من از آقایان رضا قطبی و امیر طاهری دعوت کردم برای مذاکره در مورد وضع بحرانی کشور به منزل من بیایند. هر دو آمدند، هر دوشون زندن، یکی در اروپا یکی در امریکا زندگی میکنند، به منزل من در نیاوران آمدند. لااقل به مدت 2 ساعت به بحث و مذاکره پرداختیم و هر سه اتفاقا اینو در کتاب آتش نهفتم این مطالب رو نوشتم و هر سه به این نتیجه رسیدیم که وضع مملکت بحرانی است. من هیچ اطلاع نداشتم که آقای قطبی در نوشتن اون نطق پادشاه
دست داشته که صدای انقلاب شما رو شنیدن. هیچ. تمام این چیزا محرمانه. من اصلا نمیدونستم که ارتباطات ایشون و آقای امیر طاهری که من نمیدونم ارتباطات داشت یا نداشت با پادشاه اولی ازد چی بوده. من خودم دیدم که ایشون نفوذ داره، فامیل اولی حضرت، پسردایی اولی حضرت، اینا فکر کردم که خوبه که بشین این حرف بزنیم با هم. لااقل به مدت 2 ساعت به بحث و مذاکره پرداختیم. منم هم همسرم خارج از ایران اومده و پیش برادرم در اسپوکن، هم بچه هم خارج بودم، من تنها بودم با یه مستخدم در منزل و هر سه به این نتیجه رسیدیم که وضع مملکت بحرانی است و ضروری است که در کشور حکومت نظامی به منظور حفظ و حراست کشور و امنیت عمومی کشور تشکیل شود. هر سه به این نتیجه رسیدیم. این دوتا هم زندن، یکی در اروپا یکی در امریکا. میتونه جو اگر جزینه بگه جزینه. من تلفن رو برداشتم با دوستم جناب اصلان افشار که او هم زنده است، در فرانسه است. تلفنی صحبت کردم، گفتم من ملاقات میخوام با اعلیحضرت که آقای قطبی و آقای امیر طاهری هم با هم باشن. ایشون گفتم فوریتم داره. همون روز برای ما 3 نفر وقت ملاقات گذاشت. نزد پادشاه رفتیم، قطبی و امیر طاهری و من، در کاخ نیاوران با پادشاه موضوع رو مطرح کردیم. من بهشون گفتم رشته من حقوق بشره، ولی یه چیزی هم وجود داره بهش میگن state of emergency، یعنی شرایط غیر عادی برای حفظ حقوق همه مردم. در اون شرایط غیر عادی محدودیت های قائل میشن برای تظاهرات و برای شعار دادن و برای هزار کار دیگه و اینا. شما در این شرایط قرار گرفتیم، من گفتم، و این state of emergency در خیلی از جا در مواقعی چنین مواقعی وجود داره. پادشاه موافقت کردن، یعنی موافقت کردن که دولت نظامی به ریاست تیمسار اویسی، اسم تیمسار اویسی رو من آوردم. وقتی قبول کردن دولت نظامی بیاد، من گفتم بهترین کسی که گردن کلفت به نظر میاد اویسیه. ایشون قبول کردن برای اداره امور کشور در اون شرایط اضطراری. اتفاقا به قدری مثبت بود چیزشون که من فردا با یه عده از گروهی که تو این کشور کتاب آتش نفته اومده که ما درست کرده بودیم و میرفتیم پیش اولی حضرت به مدت اقلن 13 سال، 13 تا 14 سال یک قرون هم نمیگرفتیم، با 2-3 نفر شروع کردیم، آخر سر هم حدود 87-8 نفر بودیم، رشته‌های مختلف، سنمون هم در حدود بین 35 و 45 بود. آقای عباس میلانی هم 2 سال خورده عضو همون گروه بود، منزل من میومد. ما هیچ اطلاعی نداشتیم از ارتباطات دیگر آقای عباس میلانی، سازمان امنیت هم نداشت، چون هر کسی رو من میخواستم بیارم تو اون گروه باید به اطلاع سازمان اولی حضرت گفته بودم به اطلاع سازمان امنیت برسونم. آقای مقدم که شد رئیس سازمان امنیت آخر سر، به او تلفن میزدم میگفتم فلانی بررسی میکرد، میگفت هیچ چیزی نداره. من اونا از بحث و مذاکره ما هیچ اطلاعی نداشتن که ما چه کار میکنیم چه بحثی میکنیم اینا. بنابراین من چند نفر از اعضای این گروه رو که امیر طاهری یکی از اونها بود که در پاریس ترورش کردم و دیگران خیلی هاشون در ایران هن. هنوز من اسمشون نمیخوام بیارم. ما رفتیم دفتر تیمسار اویسی، در همون چیز بود، نزدیکی نیاوران، نزدیکی منزل من تو پادگان بود. نشستیم و پشت دور و میز و ما 8-9 نفر بودیم، ایشون نشست و مطالب رو صحبت کردیم و قبول کرد همه چی رو، گفت بر وضع اضطراری باید اعلام بشه. اتفاقا به زور رسیدیم سر ساعت 12، ایشون انقدر آدم متعصب مذهبی بود که گفت موقع نماز من باید روزه بگیرم. یه آفتابه آوردن و
دم در اتاقش در که با میشد یه پله بود تو حیات، تو حیات نه باغ، تو باغچه بود. او وضو گرفت و رفت، ما نشستیم پشت میز، رفت اونجا وایساد نماز خوند و بعد اومد نشست سر میز، نشست و ما دنبال کردیم وضو رو. بعد از اون یه دفعه ما دیدیم فردا تیمسار اصحاری اعلام شد به عنوان رئیس دولت نظامی که نطق خودش رو تو مجلس با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد. هیچ نخست وزیر ما نایده بودیم باید با بسم الله الرحمن الرحیم نطق شروع کرد. یه آدم بسیار ضعیفی بود، بسیار آدم فهمیده بود، من دیده بودمش جای دیگه، ولی بسیار در این موقع در اون زمان بسیار آدم ضعیفی بود. و حالا خودش رو به مریضی زد یا مریض بود، از کشور خارج شد و دیگه چیز دولت نظامی نبود. در این که لااقل مدتی قبل از ورود خمینی به ایران امریکا و انگلیس و در اواخر فرانسه نیز در ایران و خارج ایران به کمک خمینی و هواداران او آمدند، کنفرانس گوادلوپ کافیه. یعنی نگاه کنید ببینید کنفرانس گوادلوپ رو کیا رفتن توش. کتابا رو نگاه کنید، سفیر امریکا اومده امریکا ولی وزیر مختار امریکا دائم میره پیش شاه و اینا هم راجبه این که وضع خراب و تقریبا باید شما برین و دولت باید بره کنار و آخونده رو باید مزاحمشون نشد و اینا صحبت میکنه. اینا مداخله اگه نیست پس چیه؟ ماها کشور ماست، مداخله در کار کشور ما بود که ما اینجا نشستیم و خود اونا هنوز ایرونی میدونیم و هیچ کاری نمیکنیم. کاری که ما میتونیم بکنیم همونی که گفتم، اقلن 200 نفر از ماها یا 100 نفر از ماها که واقعا شهامتشو داریم بیایم با هم دیگه بشیم و از دولت امریکا وقت بخوایم بریم بشیم با مقاماتشون بگیم شماها این کار کردین و این بلا رو سر مملکت ما آوردین، شماها مجبورین حالا قوه قضاییتون تمام این ایرانیایی که مال و دارایی و زندگیشون و همه چیشون از دست دادن قوه قضاییتون بعد بریم با مراجع قضایی امریکا بشینیم. شاید قبلا اصلا با مراجع قضایی امریکا به دولت کاری نداریم، مراجع قضایی امریکا، ولی باید وکلای گردن کلفتی داشته باشیم. برای این کارم کمک‌های مالی احتیاج هست، اونم به من نه، خودشون یه چیزی رو تعیین کنن، یه کمیته رو کمک مالی در اختیارش بذارن که بتونیم این کار رو انجام بدیم. و امروز دیگه بعد از 37 سال که مملکتمون به این روز حال افتاده که حالا دیگه شده پایگاه نظامیش روسیه که تیاره‌هاش از بیان اونجا در کشور ما در فرودگاهش بیان پایین و بلند شه هر کاری میخوام بکنم، پس فردا حالا در یه فرودگاه مطمئن باشیم بعدا میشه 2 فرودگاه 3 فرودگاه 4 فرودگاه، بعدا قوای زمینیشون میاد، بعد قوای کشتی‌های چیزشون جنگیشون میاد در خلیج فارس. و همین یه ذره چیزی هم که مردم ایران به اصطلاح کشور ایران برای خودش حاکمیتی داشته این هم از دست میده. خب متاسفانه وقت من تمام شد و امیدوارم که کمکی کرده باشم به آشنایی شما با اونچه که کوپر نوشته. کتاب بسیار مهمه، بهتون شدیداً توصیه میکنم کتاب رو بخونید. از تلویزیون اندیشم تشکر میکنم برای اینکه این ساعت رو در اختیار من گذاشت و از دوست عزیزم دورمانی هم تشکر میکنم، از آقای کاردانم به همچنین. با آرزوی سلامتی و بهبود برای شما همینان عزیز، بدرود.